بنام یاد خداوند یک تو بی همتا سلام ایزان وقتتان بخیر، امیدوار هستم جور ساعت و سلامت باشین. خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان. برنامه رسم زندگی آغاز شد و ما هم نیم ساعت میمان خانه شما هیزان هستیم. چه خوب است تا پایین هست برنامه ما را همراهی کنید و تنها نگذارید. شما دوستان مینده اگر میخواین ما را همراهی کنید و تنها نگذارید، پس بیاین سر بزنین به دنیای مجازی به صفحه فیسبوک برنامه رسم زندگی و همچنان چارشتش که دیده چار اف در اختیارتان است. ما منتظر نظریات، انتقادات و پیشنهادات تک تک شما هیزان بیننده هستیم. همیشه وقت کوشش میکنیم به هر نظر شما، به هر پیشنهاد شما و به هر انتقاد شما هرچ گذاری داشته باشیم تا بتونیم بهترین محتویات را انتخاب بکنیم تا هر طریق دریچه رسم زندگی تقدیمتان بکنیم و دعا هدی بتونیم مشکلات شما هیزان بیننده را حل بکنیم. موضوع امروزی برنامه رسم زندگی برمیگرده بر مدیریت پسنداز در خانواده ها. خیلی یک مبحث مهم است، یک موضوع خیلی حاده هست که همه خانواده ها باید بدانند که مدیریت پسنداز چی را میگن، چگونه میتونن و کدام میتوت ها میتونن پسنداز داشته باشن در خانواده ای که آلا کی ها میتونن یعنی برنامه ها را تطبیق داشته باشن در زندگیشان. پس بحث من را آغاز میکنیم با مهمان برنامه من جناب استاد بزرگوار ایرج فقیری که این استاد دانشگاه هستن، در رابطه به همین موضوع خیلی مهم صحبت میکنن. شما و شما بینده های عزیز اگر میخواین مستقیما وصل شوین در برنامه خودتان، پس تماس بگیرین و شماره تماس 02 2 3 سلام استاد، خیلی خوش آمدین، بر از چاشتون بخیر. خواهش میکنم، سلامت باشین، چاش شما بخیر باشه. تشکر، زنده و سلامت باشین. استاد قسمی که من در ابتدا همچنان یادوری کردم در رابطه با مدیریت پسنداز در خانواده ها، یک بحث خیلی ها مهم است در تمام خانواده، در تمام زندگی افراد و اشخاص که هستن، فعلا سر و کار دارن، هر کس داره یک اقتصاد خیلی خوب هستن. حالا بیاین یک تعریف خیلی کوتاهی داشته باشیم از مدیریت پسنداز. در کل قبل از اینکه مدیریت پسنداز بررسی بشه، نیاز به این هست که مفهوم پسنداز رو بفهمیم. بله. چی معنا میده پسنداز؟ در کل ایجاد یک رابطه فعلی برای منفعت از نظر اقتصادی و از نظر کارکردی برای آینده ها معنا میده. پسنداز در کل زمانی ما میتونیم بگیم که پسنداز انجام شده که ما بیایم کاری رو انجام بدیم بر اساس منفعتی. خب منفعت ها متفاوت هست، بعضی وقتا میتونه به صورت معنوی باشه، بعضی وقتا میتونه به صورت کارکردی باشه، بعضی وقتا میتونه به صورت اجتماعی باشه و بعضی وقتا میتونه به صورت تجارتی یا اقتصادی باشه. که اول میایم پسنداز معرفی میکنیم که پسنداز چی هسته، بعد مدیریت پسنداز. مدیریت پسنداز به این معنا گفته میشه که شما بتونید یک پسندازی در ابتدا شروع کنین، با برنامه پسنداز پیش ببرین و به مرور زمان پسنداز افزایش بدین تا بتونید به سر منزل مقصود و اهدافی که در زندگی خود داره ان شاء الله نائل بشین. خب حالا استاد چگونه میتونیم، از کجا باید شروع کنیم تا یک پسنداز خیلی خوب داشته باشیم در زندگیمون، در اقتصادم؟ قبل از اینکه بیام روش یک پسنداز برای شما بیان بکنم، نیاز به این هست که این موضوع و این مفهوم همگی ماها درک کنیم که پسنداز ربط به این که چه مقدار معاش شما می باشه نداره. یعنی انسان ها میتونن با معاش خیلی کم هم پسنداز خوبی داشته باشن که به مرور زمان این پسنداز خود رو نشان داده. از جمله روش های معمول و مؤثری که میتونیم در رابطه با پسنداز داشته باشیم اینه که باید به ترتیب اشخاص یا فردی که در خانواده قرار داره و قرار مسئولیت خانواده رو پیش ببره و قرار یک مسئولیت اقتصادی در آینده بر دوش از او باشه و نیاز به پسنداز داره، اولین کاری که میکنه اینه که او بیایه ببینه هدف از پسنداز چیه، دنبال چی، به خاطر چی میخوای پسنداز انجام بدیم. سپس بیا یک لیستی جور بکنه از چیزهایی که در آینده ها نیازمند هست به او که اونا رو دریافت بکنه و بیای بعد از او بیای اولویت بندی بکنه و وقتی اولویت بندی شد بیای ببینه که با کدام یک از اینا بر اساس اولویت که داره چه مقدار نیاز اقتصادی داره. بله. بعد وقتی که نیاز اقتصادی خود متوجه شد، با توجه به همون موضوع بیای عملکرد پسنداز خود تنظیم کنه. به این معنا که پسنداز به این گفته نمیشه که خیلی وقتا خیلی معمول و به صورت اشتباه بعضی از مفاهیم میفهمیم و به زندگی خود پیش میبریم. متاسفانه بعد از چندین سال متوجه میشیم که این عملکرد ما اشتباه بوده و وقتی متوجه میشیم این عملکرد ما اشتباه بوده که کار از کار گذشته و یک کتله ای از زندگی ما سپری شده و راه بازگشت هم وجود نداره. پسنداز به این گفته نمیشه که شما یک درآمد اقتصادی داشته باشین، درآمد اقتصادی رو تا جایی که میتونی مصرف کنی، هر آنچه باقی مانده پسنداز بکنی. نه، به این معنی نخواهد بود، به این معنی که اگر یک کسی کار را انجام بده هیچ وقت پسنداز خوب نخواهد داشت. پسنداز به این معنی گفته میشه که شما بیاین در ابتدا مصارف کلی و معمولی خود شخص یا خانواده منظم بگیره، لیست کنه، حسابدهی داشته باشه و حسابگیری بکنه. بعد از او بیای هر ماه
قبل از اینکه بخوای مصرف معاشره انجام بده یا مصرف درآمد اقتصادی خود انجام بده، بیه پول متباقی پسنداز کنه و ما بقیه پسنداز بعد از پسندازه بیه اونا رو مصرف خانواده یا مصرف خود بگردانه، که به مرور زمان هر چقدر هم که کم باشه، حتی مثلا میتونه امکان داره 500 افغانی باشه، امکان داره 1000 افغانی باشه، ولی به مدت زمان طولانی یک هزینه بسیار خوبی خواهد شد و مشکلی از مشکلات از اونا رو حل خواهد ساخت. یعنی به این معنا که در ابتدا باید این تعریف رو بفهمه، و وقتی این تعریف رو فهمید و متوجه شد که پسنداز به چی معناه و چی قسم باید شروع بشه، سپس میه مثلا وقتی اون نگاه میکنه ماهی میتونه مثلا 3000 افغانی پسنداز بکنه، یک چیزی نیاز داره که قیمت از اون مثلا 15000 افغانیه. این نشان میده که بعد از 5 ماه میتونه اون جنس خریداری بکنه. البته این بستگی داره، خب خیلی از عوامل دیگه دارن که ما باید بعضی از نکته‌های بسیار مهم در پسنداز بفهمیم و یادآور بشیم که خیلی از کارها مضر هستن در پسنداز کردن. بله دقیقاً جناب استاد، نکات خیلی خوب مهم برسند در یادگیری کردین. بسیاری از هموطنانمون هستن زمانی که اگر میخواین که یعنی زندگی خوب داشته باشن باید مدیریت درست داشته باشن در بخش پسنداز، چون زمانی که اگر پسنداز خیلی خوب داشته باشن یک اقتصاد خیلی خوب میتونین داشته باشن، چون همه ما شما در یک کشوری که زندگی میکنیم بدون شک مشکلات خیلی زیاد وجود داره در تمام بخشای هست، افغانستان هست، بخش اقتصاد گرفته تا فرهنگی تمام این بخشا. پس ببین هموطنای عزیزم با همین شایی که جناب استاد یادوری کرد، همین نکات را که جناب استاد یادوری کرد سر بزنیم، درست است اگر ما ماهانه یا ماهوار 1000 آید داریم، بگیم که یک بار تقسیم اوقات همراه خود تحت ریزی داشته باشیم، یک بار برنامه خیلی ها دقیق داشته باشیم، اینکه ما چگونه میتونیم همین 1000 را به تمام مشکلات با تمام ضروریاتمون برسانیم. خب جناب استاد، حالا بیاین یک سوال میخوایم داشته باشم که شاید بسیاری از هموطنان ما سر دچار این مشکل بوده باشن. بسیاری از خانواده محترم هستن که اصلا در فکر این نیستن که چگونه میتونن پس اندازه داشته باشن، همیشه وقت چی 1000 پیششون اومده چی 10000 اومده، در فکر این هستن که در کدام راه به مصرف برسانن. حتی بسیاری از خانواده محترم هستن که میگن که ما دیگ پخته نمی کنیم، نان شب را از بیرون می خوایم، به رستوران فرمایش میتون، اینا این چقدر میتونه به اقتصاد یک خانواده ضرر برسانه؟ موضوع سر عزیز که بستگی داره به دیدگاه انسان ها و خانواده ها از زندگی کردن. بله، مسئله بسیار مهم هسته. اگر یک انسانی باشه که هدفمند به زندگی رو میخواد پیش بره و نیاز به زی داره که او رشد داشته باشه، رشد زمانی انجام بشه که شما پسندازی داشته باشین. بدون پسنداز رشد امکان پذیر نخواهد بود. یعنی یک شخص فکر میکنه که زندگی کردن یعنی همین چند روز و تفکراتی نسبت به زندگی داره و دوست نداره رشد بکنه، دوست نداره که مثلا از پله اول به پله یا زینه دوم بره، خب همچین کسایی نمیتونن مخاطب حرفای ما و شما باشن. کسایی که دوست دارن رشد در زندگی داشته باشن، و ما و شما همیشه قرار نیه در یک زندگی بسیار سطح ابتدایی و زیر خط فقر زندگی کنیم. خیلی از افراد سرمایه‌دار امروز شما اگه متوجه شده باشین کسایی بودن که نان خشک برای خوردن نداشتن، ولی با برنامه‌ریزی و پسنداز صحیح تونستن به یک سرحدی برسن که شاید بتونن یک اقتصاد یک کشور یا یک بحران‌های اقتصادی یک کشور حتی تحت کنترل خود قرار بدن به یک نفر بودن. خب این بستگی به داره که اگر رشد خانواده شخص نیاز داشته باشه و بزی فکر کنه که بتونه رشد اقتصادی پیدا کنه، پس نیاز به پسنداز هست. پسنداز به هر گونه ای که باشه تاثیرگذاری مثبت خوب روی آینده ها نشان میده. پسنداز یعنی تاثیرگذاری کار فعلی برای آینده ها معنا میده. و ای که ما چقدر معاش داریم، ما چه قسم میتونیم پیش بریم و چه کارهایی لازم هست، اینا رو باید به مرور زمان برنامه‌ریزی بشه. خیلی از عواملی که سبب میشه که پسنداز شما به صورت صحیح انجام نشه یا نتونید پسنداز بکنین، همینی که بی برنامه بودن، بعد استفاده کردن بیش از حد از رستوران ها، غذاهای بیرون، بیشتر در سوپرمارکت ها چکر زدن، بعد به بازارهای کلان خرید مراجعه کردن در حالی که نیازی نداره. شخص فقط به خاطر تفریح هم که شده به بازارهای مثلا لباس پوشاک یا مثلا وسایل خانوادگی مراجعه میکنه. اینا دقیقا اتفاقایی هستن که سبب میشه که به مرور زمان یعنی یک اصطلاحی داره به نام ولخرجی ایجاد میکنه. خرید بعضی از اجناس که ضرورت خانواده نیست، مثلا یک تلویزیونی دارن که در حال کار میده، بسیار زیبا هست، کیفیت تصویر خوب است، صدا بسیار زیبا پخش میکنه، ولی متاسفانه یک تلویزیون دیگه دیدن چون تبلیغات جدید اومده. بله استاد، مثلا این شفقت ما در فکر این هستیم که چگونه میتونیم همین پول را در راه های مختلف خرج بکنیم. خب بنده های عزیز، حالا یک رفت و برگشت خیلی کوتاه دوباره برمیگردیم، سوالات می داشته باشه.
واسم خوش آمدین بینده های عزیز. در ادامه برنامه رسم زندگی قرار داریم. قسمی که در ابتدا جناب استاد نکات خیلی خوب را یادآوری کردن، بیاین هم وطنای هستن، بیاین هم بینده های عزیز تغییر از خودمان آغاز بکنیم، چون همین ما و شما هستیم که میتونیم یک اقتصاد خیلی خوب را بر خودمان ایجاد بکنیم، بر خودمان فراهم بکنیم، یکی با کدام برنامه ها با کدام میتودها میتونیم یک اقتصاد خیلی خوب و عالی داشته باشیم. نه تنها بر خودتان، هیچ گاهی فکر خودتان را در فکرتان نیارین که تنها ما هستیم. بیاین یک سعی بکنین بالای فرزندانتون، چون اونها هستن که یک پرپیچیده ای را میتونن داشته باشن. خب جناب استاد، حالا به این درابطه به این بگوین، بسیاری هست هموطنانمون که صرفه‌جویی ندارن، همیشه وقت اسراف میکنن، پس انداز درست ندارن، چگونه میتونیم ذهنیت سازی داشته باشیم، چگونه میتونیم کینا را همیشه وقت بگوییم واقعیت بین باشن و بتونن همون مشکلات که فرارایشان میایه با همین پس انداز خیلی ها کمشان بتونن مشکلات خود را حل بکنن. موضوع سر از ایست که خیلی از افراد که چنین کار رو انجام میدن خود اینا منبع درآمد نیستن. بله. و چون پول مصرفی به اختیار قرار میگیره، چنان مسئولیت درآمدی نسبت به از این موضوع ندارن، چون متوجه نمیشن که پول درآمدی چگونه به دست آمده. چون همینطور که متوجه هستین در طول زمان فعلا در کشور ما هر آن کسی که بیشتر کار میکنه، بر مزد بخوام برای که بیتونه بیشتر پول بگیره، مجبور بیشتر کار بکنه. بله. بعد کسایی که در قسمت دوم قرار میگیرن، یعنی که این یوزر هستن، یعنی آخرین مصرف کننده ها هستن، از آگاهی در چگونه این پول به دست آمده خبر ندارن و این سبب میشه که اونا نتونن صرفه جویی صحیح و درست داشته باشن. صرفه جویی به این معنا نیست که آدم، ما یک اصطلاحی داریم میگن اگه از آب خوردن سیر شده که غذا نخوره. نه، صرفه جویی به این معنا نیست. صرفه جویی به این معنا هست که هر آن چیز درست و به وقتی استفاده بشه. بله. یعنی به این معنا که ما یک موضوع، یک عنوانی داریم میگه چیزهای ارزان در بلند مدت قیمت گران دارن. به این معنایی که مثلا یک شخص میای یک کت میخره به قیمت بسیار ارزونی، یعنی قراره که اگه بخوایم بالای یک سال تقسیم بکنیم، یک ماه بیشتر نمیتونه استفاده کنه، بعد ماه بعدی دوباره همون کت بخره. یعنی در سال مجبور 12 بار کت بخره، ولی در اصل میه یک کتی که قیمت دو برابر داره میخره، ولی کل سال پوشش میده. به این معنی که شما نگاه کنیم، با این کاری که اومد کت ارزان خرید، یعنی اومد صرفه جویی کرد به اصطلاح خودی، نه از نظر اقتصادی، چون ما مفاهیم خیلی وقتا به صورت علمی نمیتونیم تعریف کنیم و خیلی از خانواده از مفاهیم علمی به صورت دقیق تعریف خاصی ندارن و فکر میکنن خیلی از چیزها اون چیزی که فکر میکنن درست است. بعد مثلا با او که 12 کت خریده، میتونست با او 6 تا کت اصلی تر بخره و میتونست 6 سال خور پیش ببره. و این نشان میده که این صرفه جویی گفته نمیشه، درست استفاده نکردن از پول گفته میشه برای از این موضوع. به این معنایی که کسایی که همچین موضوعاتی دوچار میشن، بهترین کسایی که میتونن کمک از اینا بکنن اینه که افراد نزدیک از اونا که آگاهی بهتری دارن. ما نمیگیم که شخص تفریح نکنه، شخص باید تفریح کنه. تفریح یک چیز ضروری در زندگی هست. بعد چکر رفتن، همراه دوستا بودن، مهمانی رفتن، چیزهای ضرورت برای انسان هست، هر انسان نیاز داره. اگه کسی تفریحی نداشته باشه و کار انجام نده، بعضی وقتا بعضی از افراد داریم که اینقدر خسته میشه زندگی برای از اونا که امکان داره کل پسنداز 10 ساله خوب به یک شب مصرف کنه. این خستگی از زندگی نشان میده. ولی شخصی که به صورت متعادل تفریح داره، این سبب میشه که به مرور زمان آگاهی بهتری پیدا کنه نسبت به پسنداز، خو انرژی بیشتری داشته باشه برای ادامه زندگی، خو و پرتلاشتر و پرکارتر نسبت به سابق عمل بکنه. بهترین افراد که میتونن به این افراد که صرفه جویی ندارن کمک کنن، افراد نزدیک به اونها هستن. چون راستیت رو بخواین، دور زمانه کسی حرف کسی رو نمیگیره. به این معنا که اگه کدام چیزی به کسی بگی، مثلا من همراه فامیل های دورتر خود صحبت بکنم، او شاید امکان داره احترام رعایت بکنه و به من چیزی نگه، ولی اگر احترام رعایت نکنه، اولین حرفی که به من خواهد زد اینه که میگه مسئولیت شخصی من و خانواده منه، شما این مسئولیت نمیتونید داشته باشه. و بهترین کسا در این قسمت صرفه جویی، حتی رسانه ها هم نمیتونن کمک بکنن، کمک آنچنانی بکنن، مگر اینکه افراد نزدیک به اون شخص که آگاهی بهتری دارن و افهام تفهیمی و درک بالاتری دارن، بیان همراه اون شخص صحبت کنن و از آینده ها بر از او صحبت کنن. بیان چندین فردی که چندین کار متفاوت انجام دادن، بیان چند تا فرد مثال بزنن که صرفه جویی نکرده، بیان چند تا فرد مثال بزنن که درست استفاده کرده از امکانات اقتصادی خود، ببینن این 10 سال آینده به کجا رسیده، بیان عمل کرده از او به همین رقمی که داره پیش میره 10 سال آینده رو بر از او نشان بدن
بر از اون نشان بدن که اگر همین رقم تو پیش بری سواروس پتری نخواهد بود که به تو کمک اقتصادی بکنه، سواروس برادری نخواهد بود که کمک اقتصادی بکنه، در این صورت تو دوچار مشکل خواهی شد، بعد روی پای خود استاد بشی. پس چی میکنی حالک؟ حالک وقت از این هست که درست مصرف کنی، صحیح مصرف کنی و به جا مصرف. بله دقیقاً، چه خوب است تغییر از خودمون آغاز بکنیم جناب استاد، چون هر فرد میتونه که مسئولیت خود را درک بکنه و مسئولیت پذیر باشه. در بخش خانواده خود داریم که هر همه ما شما یک خانواده خیلی خوب داریم، پس همین ما شما هستیم که میتونیم اقتصاد چشمگیری را ایجاد بکنیم بر خانواده محترممون. خب جناب استاد، حالا به این رابطه به این بگوین که پسنداز بیشتر مربوط به کدام یکی از اشخاص خانواده میشه، پدر خانواده یا مادر خانواده؟ پسنداز یک برنامه، یک پروسس کلیه. بله. مربوط به شخص خاصی نمیشه. مثل میونه که همگی ما داخل یک کشتی داریم زندگی میکنیم. اگر کسی مکان مربوط به خود خور بیای سوراخ کنه، کل کشتی غرق خواهد شد. یعنی نمیتونیم بگیم که این چون خلبانه یا مثلا معذرت میخوام ناخدایه، چون فرماندهی کشتیه. بله. او میتونه هر کاری بکنه و بقیه اشخاص، ولو که کوچکترین شخص خانواده باشه. مثلا وقتی یک فردی، کوچکترین اعضای خانواده وقتی متوجه میشه که نل آب باز است و بقیه خواب هستن، خب مسئولیت مربوط به او هم میشه که او باید این کار را انجام بده. اولین و معتبرترین و برنامه ریزترین شخصی که میتونه در داخل خانواده نقش عمل بکنه، کسی هست که درآمد اقتصادی بهتری داره. بعد در کل کسی میتونه برنامه‌ریزی پسنداز رو جور بسازه، کسی که میتونه درآمد اقتصادی بالاتری در خانواده داشته باشه و بقیه افراد تماما همکارهای این شخص هستن، زیردست اون شخص نیان، همکارهای اون شخص هستن که در کنار از اون این برنامه‌ریزی به سرانجام خوب میرسانن. یعنی اگر پدر درآمد داره میتونه بیای صحبت کنه، همگی اعضای خانواده در کنار هم بشونه، بگه که ما همچین برنامه‌ای داریم، می‌خوایم 3 سال بعد یک خانه جدید بخریم، اگه شما با ما همکاری میکنین اوکی، بسم الله، این کارا رو باید بکنیم، این کارا رو باید بکنیم، و همگی طبق همون لایحه و برنامه‌ای که دارن کار پیش برن. همیشه قرار نیه پروژه و برنامه و تقسیم اوقات مربوط به کمپانیا باشه. خود خانواده کل در کل زندگی انسان‌ها یک برنامه، یک پروژه‌ایه که شما باید هر روز از اون یک پروژه جدیدی نسبت به آینده خود ترتیب بدیم، و این پروژه برای سرانجام مقصود رسیدن باید خب مهم افکار خود یک فرد است جناب استاد. بله، یعنی که تمام اعضای خانواده در کنار هم میتونن یک پسنداز خوب داشته باشن، در صورتی که چون پدر که کار میکنه برای خود که شخصا کار نمیکنه. بله. برای اعضای فامیل کار میکنه. مثلا شما حساب کنید یک پسر داشته باشن بازیگوش باشه، برای از این مثلا یک موبایل تهیه کردن، این پسر بازیگوش موبایل مثلا از پروداکتی که استفاده میکنه از این پروتکتور استفاده نکنه، محافظه ها و از این چیزا استفاده نکنه، خب موبایل به سرعت خراب میشه، ضربه میخوره، خب مجبور مانه کنار یک موبایل دیگه بگیره. و این خب نگاه کنید، این از نظر پسنداز کردن یک موضوعی که قبلا پیش بینی نشده و سبب میشه که پسنداز به تاخیر بفته، که یعنی در صورتی که اون شخص میامد همکاری هم تمام میکرد، مثلا این تلفن همراه خور هر جا همراه خود، خب با فوتبال نمیبرد دیگه، این کار رو کرده بود، بعد سبب میشه که اگر همکاری همه جانبه انجام بشه، اون خانواده یک بسیار میتونه سن منزل اقتصادی خیلی خوبی داشته باشه انشالله در آینده. بله استاد، ما خیلی از پول دیگه چه چیزها را میتونیم پسنداز درست داشته باشیم یا برنامه خیلی حقیقه داشته باشیم غیر از پول؟ نه، موضوع سر از این است که پسنداز با توجه به مفهومی که از نظر ادبیات جاری داره، در کل ایجاد یک رابطه بین زمان حال و آینده هسته، به این معنا که شما میتونید خیلی وقتا پسندازهای انسان مربوط به قسمت اقتصادی نمیشه که فقط مربوط به پول باشه، در کنار از حالت معنوی میتونه داشته باشه. ما مثلا یک خیلی از کارهایی در کل انجام میدیم، شخصی میبینیم در بیرون که نیاز اقتصادی داره، برای او کمک میکنیم. بله. یک نوع پسندازه، چون میفهمیم که این نیکی که ما کردیم یک روز به دست ما خواهد آمد، یک روز کمک ما خواهد کرد. و در کنار از این پسنداز میتونه ایجاد یک همکاری اجتماعی باشه. ما انسان ها که انسان به صورت اجتماعی زندگی میکنیم و نیاز به اجتماع داریم، و عرق ملی، احساس ملی، منفعت ملی مهمترین چیزهایی میتونه که برای یک انسان وجود داشته باشه، که انسانی که وطن پرست باشه در اصل. اینا زمان اتفاق میفته که شما بتونی مثلا یک خانواده بتونه اولادهای اهل صالحی تحویل اجتماع بده. این بالاترین پسندازه، بالاترین پسنداز میتونه باشه. از نظر اقتصادی خیلی وقت و خیلی از اتفاقا میفته که امکان داره این پسنداز، ما پسنداز چون بیشتر جامعه های در حال توسعه، جامعه هایی که عقب مانده هستن،
توسعه، رشد اقتصادی، پسنداز، اینا همه چیز پول فکر میکنن. در اصل گپ نخواهد بود. پسنداز خیلی از موارد دیگه در زندگی انسان ایجاد میکنه. ایجاد محبت ها، ایجاد احترام ها، اینا هر کدوم یک نوع پسنداز بسیار والایی هست که متاسفانه به جامعه امروزی ما به خاطر کمبودهای اقتصادی در نظر گرفته نمیشه. به همین خاطر ارتباطات انسان ها بسیار به مشکل کلان برخورده که مجبور هستن هر کسر به اندازه مقدار پول از او احترام بمانن برسم. متاسفانه این گپ نخواهد بود در جامعه انسانیت که اولویت داره. بعد پسنداز بیشتر وقتا مربوط به خدمات اجتماعی میشه که ما بتونیم یک خدمت اجتماعی در کل انجام بدیم، چون در کل موجودیت یک انسان سودمند در جامعه نیازمند پسنداز اجتماعی بسیار خوب هست که وقتی که سبا روز رفتنی شد از این جامعه، حداقل تعداد افرادی که وقتی به دنیا میامده و دوست داشتن بیشتر شده باشه، تعداد افرادی که وقتی او دوست دارن و از این دنیا میره. بله دقیقاً جناب استاد، چه خوب از هموطنان عزیزم باز هم میگم که بیاین تغییر از خودمون آغاز بکنیم. یک بار سعی بکنین، یک بار فکر بکنین همراه خودتون چرا ما تا اکنون نتونستیم یک اقتصاد خوب در کشورمون داشته باشیم. همگی ما شما در خط فقر زندگی میکنیم چون خودمون نخواستیم یک برنامه خیلی دقیق داشته باشیم، ندونستیم مدیریت پسنداز بر چه چیز گفته میشه و چگونه میتونیم که پسنداز خیلی خوب داشته باشیم. یک بار بیاین که تغییر پذیر باشین در زندگیتون. اگر میخواین که این درخشان را نصیب خود تا نصیب فرزندانتون بکنین، پس مدیریت درست داشته باشین در بخش پولتون. خب جناب استاد، حالا بیاین در رابطه با این بگوین که بسیاری از خانواده محترم هستن، چون اگر از قدیم ها یادآوری داشته باشیم، بسیاری از نیوکانمون، پدر کلانایمون هستن که زمانی که پول پس انداز میکردن همون یک چیز بود به نام دخل، ذخیره میکردن. بعدن که بانک های شروع به فعالیت کردن و رفتن به بانک ها سرمایه گذاری کردن و پس انداز داشتن، کدومش میتونه موثر تمام شود در بخش پس انداز؟ در کل چندین روش متفاوت وجود داره برای اینکه تشویق بشن افرادی که وقت پس انداز نداشتن. همون دخلکی که شما میگین یکی از بهترین روش های آموزش به اطفاله. بله. که اونا بفهمن که با این کار میتونن آینده خیلی خوبی داشته باشن، یک روز به درد نخواهد خورد، یک روز میتونن از این پول به جای خوب و به وقت مناسب استفاده کنن. یعنی در هر دو روش ما خیلی از افراد داریم که یک پولی دارن که از او استفاده نمیکنن ولی داخل بانک میمانن به خاطر به مدت زمانهای طولانی، حساب جاری نه، حساب بلند مدت استفاده میکنن چون به عقیده هستن که این پول اینا چون به معامله انداخته میشه این پول روز به روز افزایش پیدا میکنه و 10 سال بعد این مثلا 3 لک میشه، مثلا 4 لک میشه و این 4 لک 10 سال بعد میتونه دست اولادها از اینا بگیره و به از اونا کمک بکنه. یعنی موجودیت هر دو روش در کنار هم، آموزش دادن اطفال از دوران طفولیت برای از اینکه بتونن یک پسنداز خوبی داشته باشن و بیشتر پول خور بتونن سیف کنن که کم کم نکنین، خیلی از چیزها آموختنیه، میراثی نیه که از شخص به شخص دیگر انتقال پیدا بکنه. و آموختن و بهترین سنین برای آموختن از نگاه اجتماعی و نگاه آموزشی برای اطفال از سنین کوچک میتونه باشه. موجودیت دخلک بسیار چیز زیبایی هست که میتونه بهترین آموزش پسنداز کردن از نظر پولی برای اطفال آموزش بده. من خودم شخصا شاید باورشون نشه تقریبا 20 سال 18 سال پیش من خودم دخلک داشتم و از این موضوع بسیار خوشحال بودم. دخلک یک خوبی داره که هر وقت پول نیاز داشتی نمیتونی برداری، تو که اون نشکنانی نه شکستن اعظم سبب میشه که تمام اون حاصله های گذشته خود از دست بدی و پس مجبور میشه تو صبر کنی هر اون پولی که داخل از اون ناختیم. و یاد من هست که پدر جان به من میشه مثلا یا مادر جان به من پولی که میدادن میگفتن مثلا 50 روپیه که من میدادن میگفتن 30 روپیه بنداز داخل دخلک، بعد نگاه میکردن که من میندازم یا نه، ایدم چک میکردن که این کار انجام بشه صحیح هست یا نه. وقتی 30 روپیه میناختم یعنی که 30 روپیه باید دل بکنم از 30 روپیه، نه اینکه دل بکنم به زی معنا کرد، یعنی منظورم که نمیتونم با ازو به همراه از پفک بخرم یا خیلی از موضوعات دیگه. تشکر هستی که در برنامه امروز ما تشریف آوردین، تشکر از صحبت های خیلی شیرینتان. اگر حرف باقی مونده بفرمایید. لطفا این تشکر، فقط میخواستم این موضوع در آخر ذکر بکنم که برای موفق بودن هیچ وقت دیر نیه. زمان انسان میتونه موفق باشه که در کنار علمیتی که داره منبع اقتصادی خیلی خوبی هم باشه. آرزو موفقیت برای همگی شما. زنده و سلامت باشین استاد. خب بینده های عزیز، این بود برنامه امروز که تقدیمتون کردیم. تو یک فردا دوباره مهمان خانه شما حیزان میشم. همه شما رو بلای اکتوبی همتون اسپارم. خدا و نگهدارتان.